مسئولان اتحادیه قالین فروشان میگویند که صادرات قالین دستباف و گلیم کشور در 4 ماه نخست سال جاری 30% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته آنان صادرات قالین دستباف کشور در ربع اول سال جاری در حدود 260 متر بوده که ارزش مجموعی پولی آن به 4 میلیون 470 هزار دلار میرسد. مسئولان اتحادیه قالین فروشان آمار تولید سال جاری را بیش از 30% خبر داده میگویند که تولیدات قالین دستباف و گلیم رشد چشمگیر داشته است. به گفته آنان از آغاز ماه حمل سال جاری تا ماه سرطان به ارزش بیش از 7 میلیون دلار صادرات قالین به کشورهای ترکیه، آمریکا، امارات متحده عربی، ایتالیا و ازبکستان داشته است. ببینین ارزش دلاری که به حساب در قالین بوده 2.7 میلیون دلار بوده. ارزش دلاری که از خود کابل تا بالا شده صادرات صورت گرفتن ارزش دلاری 2.7 میلیون دلار از او کم بیش دقیق نه از او کم بیش بالا پایان درست است و از گلم که از ده حدود 7 لک دلار بوده ارزش دلاری گلم. همچنان وی تاکید کرد که در پی تحولات سیاسی اخیر در کشور شمار زیاد شهروندان کشور به علت فقر، بیکاری، مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران به قالین بافی روی آوردند. حیدری درباره صادرات قالین و گلیم کشور میگوید که در حال حاضر صادرات قالین و گلیم افغانستان با اکثریت کشورهای منطقه و جهان از طریق دهلیز هوایی و زمینی صورت میگیرد و بیشتر صادرات از طریق زمینی و بندر حیرتان میباشد. خیلی دلایل داره. مثلا یک دلایل فعلا گفتم میتونیم که بندونا بند است به طبع قشر اوناست و مکاتب بند است به قشر اوناست و بسیاری دفاتر مثلا دفاتر میتونه شرکت ها هست کارمندایشان اگر احیانا به یک نحو متضرر شدن اگر بیکار ماندن. در همین رابطه قالین فروشان میگویند که مردم باید با استفاده از تولیدات داخلی زمینه کسب و کار را فراهم نماید و با استفاده از تولیدات داخلی زمینه گسترش فرهنگ تولیدات داخلی را فراهم نماید. آنان از حکومت نیز خواستار معرفی تولیدات داخلی در کشور و بازارهای جهانی شدند. البته در بخش سکتور قالین جهانی آگاهی دارن کسایی که در این بخش سکتور کار میکنن و همچنان نمایشگاه‌های بین‌المللی را تعقیب شوه و همکاری شوه از طریق وزارت تجارت ما تا بتونیم که در اون نمایشگاه دسترسی داشته باشیم و از اونجا فروشات خود دوام بتیم و بتونیم که مشتری های نو جذب کنیم. نمی است که دولت با اینا همکاری بکنه با خانوما چون خانوما کسته امی شاید یک تعداد محدودش کارگر بر علاوه خانوما در یک خانه باشه یا نانآور باشه اما تعداد زیادش نانآور خانه اینمی خانوم است. باید اینمی دولت همراه خانوما همکاری بکنه که تا بتونه اینا فروش خره چیکنه بیشتر بکنه. گفتنی است که تاجران قالین از محدودیت های بانکی، بهای بلند مواد خام، عدم برگزاری نمایشگاه های بین المللی، ویزه برای تاجران از جمله مشکلات عمده در صنعت قالین دانسته و از امارت اسلامی خواست که در این زمینه توجه جدی نماید. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.